سلام به ویدیو من، خوش اومدید. امروز توی این ویدیو میخوام در مورد این نوری که باهاش عکاسی میکنم و فیلم برداری میکنم و قابل حمله بگم که خیلی راجبش سوال داشتید. این نوری که من ازش استفاده میکنم و باهاش عکاسی و فیلم برداری میکنم برند نن لایت و اسم این مدل پاوتریپ 60. نورا دو دستن، یا نور سینمایی ان که همینجوری پشت هم نور به شما میدن، یا فلش ان که برای عکاسی همون لحظه ای که شما میخواین فلش دوربین میزنیم به شما نور میدن. پس این نوریه که هم میتونید توی عکاسی ازش استفاده کنید هم توی فیلم برداری. طولش 25 سانتی متره، بدنش پشتش آهنیه که شما به هر جای آهنی که اگه باشه مثل سپایه اینجوری میتونید نصبش کنید. وای میسته اگه یه آهن پشتش باشه و شما میتونید ازش استفاده بکنید. تهش این سمتش یه جایی داره که روی سپایه نصب میشه، دقیقاً اندازه سر سپایه است. شما اینجوری میپیچونید و روی سپایه سوارش میکنید. این نور نن لایت که من کلی تحقیق کردم و خریدم، این برندش قابل شارژ شدنه و روی 100% اگر شما نور 100% ازش بگیرید 1 ساعت و ربع کار میکنه و هر وقت که شارژش تمام شد شما میزنید توی شارژ که حالا اون کابلم توی همراه توی بستش همراهش هست. و اگر نور 1% داشته باشه، چون درصد نورش قابل تنظیمه، شما میتونید بین 1 تا 100 روی هر درصدی که میخواین بنا به نیاز شما که نورتون زیاد و کم باشه بهتون نور میده. پس اگه نور 100% ازش بگیرید 1 ساعت و ربع به شما نور میده و اگر روی 1% باشه و نور کمی داشته باشه 24 ساعت روشن میمونه. بدنش چون که نیم دایره است، از این سمت تا این سمت هستش، به شما یه نور خیلی زیاد و پخشی میده، یعنی سافته و خیلی پخشه. این خیلی یکی از خاصیت‌های خوبی بود که توی ریویوهاش من خوندم. یه چیز دیگه هم هست، اینه که این نور RGBه. RGB یعنی طیف رنگ‌های مختلف داره. از هر رنگ که شما فکر بکنید به شما رنگ میده، از هر نوری که فکر کنید به شما اون نور رنگو میده و میتونید حتی نورش رو تنظیم بکنید. قرمز پررنگ، قرمز کم رنگ، سبز پررنگ، سبز کم رنگ. یعنی میتونید هم رنگو تعیین بکنید، همین که هیو یا همون مقدار یا پررنگ یا کم رنگش رو تنظیم بکنید. توی جعبش همراه خودش یه کاور داره که خیلی کاورش استفاده میشه. اگه توی کیفتون جایی بخواید برید میتونید توی این کاور بذارید و خیلی راحت این درش رو ببندید و اینکه اینجوری با خودتون حملش کنید. و یه چیز دیگه هم که داره و جذابه اینه که به این سرش شما میتونید یه مثلا از کیفتون آویزون کنید یا یه جاستریچی بهش آویزون کنید و راحت تر باشه برای اینکه حالا بتونید دستتون بگیرید یا مثلا دور مچ دستتون بندازید و اینا. یه خوبی دیگه هم که داره اینه که شما برای عکاسی بیرون مثلا رفتین تو فضای باز نمیتونید نور پریز برق که ندارین با خودتون نور و فلش و اینا ببرید. اینو من به خاطر این انتخاب کردم که تو فضای باز هم خیلی ازش استفاده میکنم. یکی دیگه از خوبیاش اینه که دو طرفش تخته و شما میتونید روی هر سطحی بذاریدش و کارتون رو انجام بدید. دقیقا همینجوری بذارین جلوتون. من خب استوریام با این میگیرم، اینجوری میذارم جلو، موبایلم هم کنارمه باهاش استوری میگیرم. یه کاور ضد آب هم براش وجود داره، میفروشن و شما اگر اون کاور رو بپیچید اینو بذارید توی کاور و کیپش بکنید میتونید زیر آب هم ازش استفاده کنید. دمای نورش هم آفتابی هم مهتابی بین 2500 تا 6700. 6-7 افکت جذاب هم داره، مثل رد و برق. یعنی قشنگ فکر میکنید که رد و برق ماشین پلیس، مثلا اگه شما بذارید بشور بروتون صدای ماشین پلیس رو در بیارید و یه فضا رو فیلم برداری بکنید، نور ماشین پلیس بهتون میده، آمبولانس و مثلا دیدین که روی فرش قرمز از مردم عکس میگیرن، این تیکای رنگایی که انگار دارن عکس میگیرن اون افکت رو بهتون میده. این جزو قابلیتاشه. خب بریم روشن کنیم ببینیم که باهاش اینجوری میتونیم کار بکنیم. دستم رو دکمه پاور نگه میدارم تا روشن بشه. خب میام قسمت مود. الان این نوری که داره بهمون میده برای ماشین پلیسه. وقتی مود رو بزنی مودش عوض میشه. الان این یه چیز دیگه است. این نور ثابته. این دوباره نور رنگیه. اینجا نوشته پلیس کار، ماشین پلیس. اینجا هم براتون یه صفحه نمایش داره مینویسه که چه نوری هست و برای چه کاریه. خلاصه افکت های مختلفی بهتون میده دیگه. عوضش میکنید و نور پارتی بهتون میده، نور فلش بهتون میده و اینا. خب حالا تو قسمت مود میریم قسمتی که رنگ ثابت میخوایم. ما رنگ ماشین پلیس و آمبولانس و اینجور چیزا نمیخوایم. رنگ ثابت رو انتخاب میکنیم و به ما با تأثیر دستمون رو مثبت یا منفی نگه داریم طیف نور میتونه عوض بشه. ببینید الان تقریبا آبی کم رنگ، دستمون روش نگه داشتم الان. خب میبینید که از صبح تا شب به ما رنگای مختلف رو میده.
خب من دستم رو مثبت نگه میدارم، میرم سراغ رنگای بعدی. الان به سبز رسیدیم، باز دوباره سبزش میتونه کم رنگ و پر رنگ باشه، اینجوری که میبینی الان یه نور سبز رو من داد. دوباره میتونیم بریم روی رنگ دیگه، الان اومدیم روی آبی، نور آبی. بنفش. خلاصه که تمام طیف رنگا رو داره، رنگا قابل کم و زیاد شدنن، افکت های رنگی هم به شما میده. اینم از کارهای دیگهش که مطمئنم نمیدونستید. اینم از ویدئوی نور من، امیدوارم که دوست داشته باشی، اطلاعات خوبی بهتون داده باشم. یادتون باشه که برای عکاسی و فیلم برداری نور خیلی واجبه. بعد از کلی تحقیقات من این نور رو انتخاب کردم. حالا من مشخصات دقیقش و اسمش و مدل برندش و اینا رو براتون توی دیسکریپشن مینویسم. از هر جایی که خریدم فروشگاهشو اگه یادم بیاد از کجا خریدم پیدا میکنم براتون مینویسم. امیدوارم که دوست داشته باشید، ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید، سیو کنید، لایک کنید و تا یه ویدیو آموزشی دیگه، بای.